اونجا اینقدر همه دنبال این واکسن هستن که هر کی پولش نقده سریع میگیره میره، اونا که نسیه به ما نمیدن دیگه، هر کی پول نقد داشته باشه اون اومده گرفته برده. بنابراین اگر ما به اون مقدار بیشتری عرض دستون باشه، مقدار بیشتری گاهی وقتا اتفاق افتاده که تونستیم بیاریم، ولی خب محدودیت ارزی داریم. آنجایی که دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران میگوید برای خیلی از ما جایی ناشناخته است، جایی که پول میدهید، واکسن میخرید و همه چیز کاملا محرمانه پیش میرود، تا محموله‌ای که در جایی از شرق دنیا سوار هواپیما شده اینجا در فرودگاه امام خمینی توسط جمعیت هلال احمر مستقیم به دست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داده شود، محموله‌ای که همه آنها تا این لحظه با این آر یعنی صلیب سرخ وارد ایران شدند. اگر محموله‌ای که وارد کشور شده عکسایی که از فرودگاه امام داریم ببینید، همه‌شون بلا استثناء اون آرم صلیب سرخ روشون هست، اون جمعیت صلیب سرخ کمیته بین‌المللی نیست. یکی از دلایل موفقیت ما در مقایسه با بقیه این بود که ما خیلی روی این سورسامون که با چی میاریم محموله کجاست، تا ما در فرودگاه امام نمی‌نشست اعلام نمی‌کرد. یه مسئله که ما داشتیم و واقعا الان هم هنوز باش درگیر هستیم، ببینید بحث تحریم ها و بحث این که به هر حال یه عده‌ای، حالا نمیگم داخلن یا خارجن، ولی یه عده هستن که دوست ندارن که این امکانه فراهم بشه و به محض این که میفهمن که مسیر ورود کجا هست، بالاخره همه تلاش هاشون به این سمت میره که تا بشه نیاد. حالا دشمنان خارجی به نوعی و ممکنه خود دوستان نادانی هم باشن به نوعی. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ایران از فروردین ماه سال 1400 به جمعیت هلال احمر اجازه دادند تا در ورود واکسن به ایران اقدام کنند. طی 5 ماه گذشته هلال احمر موفق شده بیش از 12 میلیون دوز واکسن وارد ایران کند، آن هم در محموله های سنگین 1 و 2 میلیونی. اما هلال احمر خیلی زودتر قصد وارد کردن واکسن به ایران را داشت. ما از آبان آذر پیگیر بودیم، رایزنی میکردیم، بالاخره باید تحریم ها رو دور میزدیم، باید یکی پیدا میشد که به ایران بفروشه، کارامون انجام، ولی اون طرف انجام میداد، در داخل مجوزی نداشتیم. اگر منصفانه بخوایم قضاوت کنیم، شاید مثلا دیگه از بهمن ماه قابل تهیه بود. اولین باری که ما مجوز رو گرفتیم در فروردین ماه، تقریبا 2 هفته بعد اولین محموله رو تونستیم وارد ایران بکنیم، تقریبا در فروردین ماه، فکر کنم مثلا 24-25 فروردین ماه بود که 400 هزار دوز بود و اونم اهدایی بود از یکی از صلیب سرخ‌ها. و بلافاصله چون دیگه مجوز داشتیم، فکر می‌کنم که اولین محموله‌ای ما در اردیبهشت ماه، اگر اشتباه نکنم مثلا هولوش 12 اردیبهشت و اینا بود که اولین محموله 1 میلیونی ما اومد. این لحظه ورود نخستین محموله واکسن اسپوتنیک روسی به ایران در نیمه بهمن سال 99 است. واکسنی که سازمان غذا و دارو وارد کرد و حدود 500 هزار دوز بود. محموله‌ای که تقریباً همه آن برای تزریق کادر درمان مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از آن موفقیت‌های چندانی در ورود محموله‌های سنگین که سرعت واکسیناسیون در ایران را شتاب بدهد نداشت. از سوی دیگر از واکسن داخلی هم خبری نبود. با این حال این سازمان در بهمن ماه مجوزی به نهادهای دیگر برای ورود واکسن نداد. سوالی که هنوز پاسخی به آن داده نشده است. سوالی که خیلی از خانواده‌های داغدار می‌پرسند. در مورد این واردات واکسن صحبت‌های زیادی بین سازمان تدارکات ما، جمعیت هلال احمر و سازمان غذا و دارو در جریان بود. خب اونا هم در تیت دولت مثل بقیه کشورها در یه سبدهایی سرمایه‌گذاری می‌کردن، مثل کوکس که مثلا فرسون گفته بود ما به کشورهای مختلف می‌دیم، هر کی سهم خودش رو بده، یا کشورهایی که تولید کننده بودن با دولت‌ها، ما هم از طریق جمعیت‌های ملی پیگیری می‌کردیم صلیب سرخ و هلال احمر و فدراسیون که بتونیم واکسن تهیه کنیم. یک سرمایه گذاری بی‌ثمر که عایدی آنچنانی برای ایران نداشت. وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو برای وارد کردن واکسن به ایران نه تنها اقداماتی کردند که پول هم پرداخت کردند، اما مشکلاتی مثل تحریم‌ها و نابلدی در کار مانع از ورود واکسن به ایران شد. این در حالی بود که هلال احمر از همان ابتدا می‌توانست واکسن را از طریق شرکای بین‌المللی خود وارد کشور کند. خودشون هم بارها اعلام کردن دیگه، میگن ما 60 میلیون دوز، ما اونا میگن ما پول دادیم یا تعهد ایجاد شده که باید به ما بدن، یا فلان کشور با ما کار کرده گفته میدیم و نداده. ما اونا اینجوری نبوده که ما فقط پولو بگیریم. ما الحمدلله خدا رو شکر میکنیم مبالغی که گرفتیم معادلش رو همه رو تونستیم واکسن بیاریم، ولی اونا به هر حال
مبالغی دادن ولی واکسن‌هاشون وارد نشد. آنچه هلال احمر تا کنون وارد کشور کرده واکسن چینی سینوفارم است که توسط سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار گرفته. اگرچه به نظر میرسد وزارت بهداشت در ارائه مجوزهای لازم برای ورود واکسن به کشور توسط هلال احمر کوتاهی کرده، اما رفتارهای اینچنینی وزارت بهداشت هنوز ادامه دارد. مثلا هلال احمر در کشور بیش از 160 مرکز واکسیناسیون دارد، ولی وزارت بهداشت اجازه نداده تا از این مراکز استفاده شود. هر سالی که مثلا فرضون که 90,000 100,000 نفر در یه بازه زمانی کوتاهی دارن اعزام میشن به حج، سالهاست که جمعیت هلال احمر واکسیناسیون اینا رو انجام میده. همه اون مراکز که حدود 167 مرکز در کشور هستن با واکسیناتورهاشون آماده بودن. ما از اول هم اعلام کردیم بهشون که شما اگر که میخواید این در اختیار وزارت بهداشت نیرو هم داریم، کمک میکنیم. الان تقریبا یکی دو هفته است که بعضی از دانشگاه علوم پزشکی دیدن خب ما ظرفیت بیکار داریم دیگه، درخواست کردن بلافاصله جمعیت لبه گفته بهشون در اون استانها و هم مراکز تجمیعی رو اندازی کردیم، هم از واکسیناسیونمون دارن استفاده میکنن. ما این ظرفیت از اول امسال هم آماده بود، پارسال هم آماده بود، اگر که دوستان استفاده میکردن خب شاید یه مقداری سرعت بیشتر بود. اگرچه هلال احمر در آغاز ماجرای شیوع کرونا حضور داشت و چه در جاده ها با تبسنجی و قربالگری و یا در مراکز خود با تهیه ماسک و محلول ضد عفونی کننده و حتی ورود داروهای خاص این بیماری همکاری میکرد، اما وزارت بهداشت به عنوان فرمانده عملیات مبارزه با کرونا همکاری لازم با این دستگاه غیر دولتی را نداشت. حتی گفته میشود که در هنگام معاملاتی برای خرید محموله های بزرگتر ارز کافی در اختیار هلال احمر گذاشته نشده تا بتواند واکسن ها را وارد کند. شواهد امر نشان می‌دهد که فرمانده عملیات کار خود را به درستی انجام نداده و آنچنان که باید از همه ظرفیت‌ها برای نجات جان مردم استفاده نکرده است، موضوعی که باید با صراحت به آن پاسخ بدهد. به نظر من مدیر قوی اینه که از همه ظرفیت‌های کشور درست استفاده کنه، بتونه کنار هم جمع کنه همه اینا رو و یه خدمات بزرگتری، وگرنه من محدود کنم بگم نه فقط جمعیت هلال احمر وارد کننده باشه، کسی دیگه وارد نکنه، خب ضررش به ملت و به مملکت اون میرسه. حالا هلال احمر ادعای تازه‌ای را مطرح کرده است. میخواهد در کمترین زمان ممکن یک محموله سنگین واکسن را وارد کشور کند که ورود این محموله میتواند تا اندازه زنجیره ابتلا به کرونا را کنترل کند. اما هنوز بیم کارشکنی ها وجود دارد. 30 میلیون گفتیم برای که زودتر هم بتونه بیاد، حجم رو هم ببریم بالا. یعنی اگه هر دفعه 1 میلیون، حالا 2 میلیون یا 3 میلیون بیاد که بتونیم بالاخره در یه زمان کوتاه‌تری منتقل بکنیم. الحمدلله رایزنی‌های اولیه که کردیم توافقات حاصل شده و ما امیدوار هستیم که از این به بعد محمول‌های سنگین‌تری بتونه وارد کشور بشه. میگم مشروط به این است که این تأمین ارز و یعنی این پروسه داخل دیگه کاراش دقیق انجام بشه.